یک عهد و همپیمانی، این پرچم به رسم امانت نزد جوانان موج سوم خواهد ماند. خانم دکتر رهنورد هم امضا می‌فرماید. رای اولی ها، به به، آقای خاتمی شاله آقای موسوی عزیز رو به گردنشون و بله میسم رای سبزپوش هم شال آقای خاتمی شون هدیه میدن. روز 23 خرداد فردای انتخابات این پرچم هدیه خواهد شد به پیروز این انتخابات که انشالله مهندس میرحسین موسوی خواهند بود. من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم؟ بگم؟ من اینجا پرونده‌ای دارم مال یک خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطش رو داشته باشه، رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست، من با اینها مخالفم. بخوام اصلاح بکنیم، خب همین است که منجر به دیکتاتور میشه. ایشون میگه چرا میگن من دیکتاتور هستم؟ من نگفتم شما دیکتاتور هستین، ولی این روش قطعا به دیکتاتوری به اصطلاح می انجامه. ما از همه ملت استقبال میکنیم که از بنده حمایت بکنن که این رأی ببرن که تغییر ایجاد بکنن. بنده قصدم اینه، اینو گفتم، الان هم همین میگم به همه مردم میگم، اگر بخواین این فضا عوض بشه که اینجوری راحت دیگران رو مرکوک بکنن. ایشون جلوی بنده عکس خانم بنده رو میگیره که اینو اینجوری کردن اینجوری کردن. ایشون مهمترین روشنفکر زن این کشور هست، 10 سال برای دکترای علوم سیاسی زحمت کشیده، سنداش هست، مدرکش هم الان منتشر میکنه. مسیرهایی که به فساد میتواند بیانجامد و باید از بین ببریم. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال به اصطلاح اتفاق افتادن هست. یعنی هم آماده هستم هزینه‌ش رو بپردازم و مقابل خودکامگی ها بیستم و میدونم هم چه خبر است، چه مراکز قدرتی به وجود آمده. بالاخره آقای مهندس موسوی، آیا با توجه به این که همیشه از مشکلات و دشواری ها میگفت و بسیارم خوبه، میخوام برادرانه یه اتمام حجت هم بهش بکنم و میگم والله بالله تلا اگه مهندس موسوی فردا بگم من نیستم به ضرره، باید هم دیگه بمونیم، هر دومونم باید بمونیم، هرچی هم از توش در آمد. اما آقای مهندس موسوی آیا خودشه برای او دشواری ها و مشکلات کاملا آماده کرده که معلوم نیست چی به سر اون میاد؟ نه، من خیلی خلاصه این رو شرح میدم. بنده فکر میکنم که 8 سال زیر بار
جنگ و مشکلات و توپ و تانگ و جریانات سیاسی که شما بهتر از من میدونی که چه بلایی بر سر بنده میوردن استادی کردن. بنده همون آدمم، هیچ تغییر نکردم. بنده یک فرد قوی بودم اون موقع، همه میدونن این رو. الان به همون فرد هستم. من اومدم به صحنه با تعامل با تمام نیروهایی که در صحنه هستن بتونم مسئله کشور رو حل بکنم. اشکالات جدی با آقای احمدی نژاد این است که ایشون خودشون رو فوق تخصص همه مسائل میدونن. یعنی تو بحث‌های امنیت ملی فکر میکنن تنها ایشون مثلا خیلی میفهمه، تو اقتصاد همین هم باعث شده که یه نوع تنهایی در اطراف ایشون به وجود بیاد و هیچ کسی هم در اطرافش امنیت نداره، مرتب همه اینا رو جابجا میکنه. ایشون به جای اینکه میومد از اون اطلاعیه سازمان‌های از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به عنوان یک کار بزرگ دفاع می‌کرد، بعد از نیروهای مسلح ایران، از رهبری و از روشنفکران ایران که با اقدام بازدارنده از حمله آمریکا به ایران جلوگیری کردند. سه بار آقای بوش تصمیم گرفته به ایران حمله بکنه، اما این اقدام خونسا شده. ده‌ها مانور نیروهای مسلح گذاشتن. مقام معظم رهبری بارها به نیروهای مسلح گفت شما جنگ رو 100% بگیرید. ایشون هر که تو دولتش توی استانداری ها میگفت که آماده باشه که اگه جنگی شد خودتون آماده بکنید، ایشون اونو بیرون کرده. چقدر خونسا شد. مسئله بیکاری هم که ایشون گفتن، آقایون اومدن معیار بیکاری رو عوض کردن، گفتن هفته 2 ساعت یعنی شغل، قبلا هفته 2 روز بوده. لذا بیکاری به طور واقعی در کشور ما الان 20%. خود مردم ایران قضاوت کنن، مردم شما در هر خانوادهتون چند تا آدم بیکار دارید؟ با این درصدی که آقای احمدی نژاد میگه واقعا این تطبیق پیدا میکنه؟ شما قضاوت بکنید. لذا من به نظرم میاد با اعداد ما نباید واقعیت ها رو کتمان بکنیم، حقایق رو کتمان. البته من نمیگم خدای نکرده ایشون دروغ میگه، من اصلا چنین ادبیاتی رو قبول ندارم. اطلاعات غلطه یا خدای نکرده ما باید بگیم آقای احمد نژاد خلاف غیر واقعی میگه. یعنی به نظر من از این دوتا بیرون نیست. حالا ایشون البته صحبت که میکنه ممکنه مردم برداشتی دیگه بکنن، اما من با قاطعیت با صراحت سریع عرض میکنم یا اطلاعاتی به ایشون غلط میدن که او اطلاعات موجب میشه ایشون گمراه بشه در این قضیه. و من معتقدم از اول مسئولیت های احمد نژاد اگر برخوردی معقول منطقی حساب شده با های احمد نژاد میشد، برخورد دوستانه از بزرگان نظام، به این مسیر کشیده نمیشد. و اون ماجرای حائل نور
که من وقتی واقع شنیدم اصلا باورم نشد. یعنی اون موقعی که حضرت علی بخشدار ماکو یا فرماندار به شما که عرض کنم خوی بودیه، بنده تو مجلس نایب رئیس مجلس بودم. حالا سنم هیچی جدایی هم ندارم، سابقم چیه چه کاره اینا هستم. من این آدم هستم، من که از بیابونها نیامدم، من با آمار و ارقام خودم سر کار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست. ما راه حل اینه، خب پس بیاید یه کاری بکنیم. من نمیدونم چرا سمایانی میکنید این کاره، چرا میترسید، چرا انقدر خائفید؟ خب بیان بشینن طرفدارای احمد نژاد. این ریزو که من نمیتونم واسم بگم، من اگه ریز بره بخوام بگم خب احمد نژاد یه سری فرمایشات داره میگه، رئیس دولتم است، من که هیچی دستم نیست. میگه آقا تو نداری، تو خبر نداری. آقا این حضرت علی یه مقدار جرأتت و شجاعتت زیاده اسم ببری. من اینجا نمیتونم اسم افراد ببرم. شما یه دفعه مثلا به یه آقایی مثل مهندس موسوی میگه یه خانومیش بگم ما میگم خدایش چیه واقعا اتفاقا عجیبه بگم. بعد یه خانومی که قبل از انقلاب من به شما جوانا بگم زهرا رهنورد، نام و نشانش از خود مهندس موسوی بیشتر بود.